به نام یزدان پاک، درود به شما بینندگان محترم شبکه ورزش سیما. عصر دوشنبه شما عزیزان به خیر. روز موعود فرا رسید و بازی حساس تیم‌های ایران و کویت از دقایقی قبل آغاز شد. ملاحظه می‌کنید جهانی رو تجربه کردن، دو بار حضور در المپیک رو در کارنامه دارن و بسیار هم مغرورن و انشاءالله ما بتونیم این تیم پرقدرت رو شکست بدیم. گل دوم رو کویتی ها میزنن و دروازه محمد ما باز شد، اما هنوز فرصت هست، به اندازه کافی فرصت داریم برای زدن گل دوم که پنالتی رو گرفت آورد. حالا مساف تک به تک علی سفر با یونس آثاری ما که یونس برنده است. آفرین به گوشه راست جوونمون. این چهره تیم ما در تورنمنتی که در قطر انجام داد یک بار برابر این تیم کویت بازی کرد و ما شکست خوردیم، اما در دور قبلی رقابت‌ها ما موفق شده بودیم این کویت پرقدرت رو شکست بدیم و باز هم از روی پرتاب پنالتی به گل میرسن یا خیر. محمد سیاوشی یکی از نقاط قوت ما در دیدارهای اخیر بوده و اینجا دروازش باز میشه. گل سوم رو میزنن کویتی ها و این بار سابقه حضور روی نیمکت تیم ملی عربستان و همینطور تیم ملی اسلوونی رو هم در کارنامه داره. برگردیم به حمله خودمون، افشین میتونه گل بزنه برای ما، این اتفاق افتاد، گل هم قبوله. هم بویا داره بالا بازی میکنه، حالا به تو میزنن کویتی ها، توپ خاپی مناسب از ما، یونس توپو گرفت، رفتیم برای گل بعدی، ببینیم میزنیم یا نه، که زدیم، ما گل چهارمو میزنیم. آفرین به یونس آثاری، با پیروزی همراه باشه. باز هم پویا رفت برای توپ خاپی اما موفق نشد. بچه ها خوب راه تیم کویت رو بستن، دفاع ما داره منسجم کار میکنه. حالا فرصت در اختیار گوش چپ کویت که دروازه ما رو باز کرد. این چهره موفق شد اندینو چند بار به عنوان مرد برتر زمین ظاهر شد. توپی که از دست دادیم و تک به تکی که حالا به گل پنجم منتهی شد. برگردیم به حمله بچه‌های خودمون، ما هم ایرانیم و میتونیم ببریم کویت رو. پویا بازیکنی که در بوندسلیگا کار میکنه، شوت تماشایی و یک ضربه زیبا، گل تساوی رو میزنن بچه‌های ما. آفرین به محمد رضا اوری، ما رو به نتیجه برابر پنج رسوند، اما هنوز داور به نظر گل رو قبول نکرده چون نتیجه ثبت نشده. تلویزیون عربستان به لحاظ کارهای گرافیکی بدون تعصب میگم واقعا ضعیف عمل کرده. شما اگر دیدارهای قهرمانی اروپا رو که اون دیدارها هم از شبکه ورزش سیما پوشش داده میشه رو ملاحظه کرده باشین، کاملا با تفاوت بین سطح برگزاری رقابت‌ها آشنا خواهید شد. ببینیم کویتی‌ها برای گل ششم به نتیجه میرسن یا بچه‌های ما مقاومت میکنن. نقطه عطفی باشه حضورش در زمین، باز هم فرصت در اختیار تیم کویت. خط زن رو تغذیه کردن و بنای بازی رو عوض میکنن. بغل چپ و راستای ما باید بال چپ و راستمون رو هم تغذیه کنن. ضربه‌ای که زده شد و گل بالاخره به ثمر رسید. آفرین به حسین جهانی، چقدر خوب داریم بازی میکنیم در این دیدار و اسیر حاشیه هایی که پیش از برگزاری این رقابت. سجاد استکی با پست پخشمون، پویا نوروزی نژاد، جناح بازی رو عوض میکنیم. در بغل راست هم فرصت داریم، همین کار رو میکنیم و حالا گل میزنیم. حالا ما گل میزنیم تا به گل هفتم برسیم. ایران هفت و ما بالا میافتیم از تیم کویت. پاس تماشایی رو ببینید و شوت زیباتر. در این دیدار داریم انشالله رقابت میکنیم برای جهانی شدن و حالا گلی که به ثمر میرسه برای تیم کویت. کویتی ها هم از روی شوت از راه دور موفق به گلزنی میشن. به این شکل دروازه ما رو باز کرد سجاد استکی. بریم برای گل هشتم، برای گل هشتم، و ما باید اینجوری بازی بکنیم. باز هم داور بازی رو متوقف کرد. دو دقیقه تعلیق داد داور، داور مجارستانی که دو دقیقه تعلیق رو در نظر میگیره. ما به گل هشتم رسیدیم. سجاد رو دو دقیقه از جریان بازی معلق کرد. حالا
آقای فرید علی مرادی قطعاً به محمد سیاوشی توصیه‌های لازم رو ارائه داده. باز هم گلزنی برای تیم کویت. اختلاف به حداقل میرسه. علی سفر و بازیکن گلزن کویت پرواز فرصت از دست رفت. ما نباید اشتباه بکنیم. حالا تک به تک بعدی رو میگیره یا نه؟ گرفت. باریکلا به محمد سیاوشی. حالا فرصت کماکان در اختیار کویت هست برای زدن گل و بالاخره گل رو به ثمر میرسونن. گوشای چپ و راست شکل گرفتن، در منطقه مورد نظر حاضرن. راه‌ها بسته است. شوت از راه دور میتونیم بزنیم. مشتبه رو صاحب توپ میکنیم در بال چپ. فرصت در اختیار ما و باز شد دروازه. دروازه کویت رو باز میکنه حسین جهانی. با جناح راست کار میکنن. پرواز گوشه راست و گل نهم رو کویتی ها هم به ثمر میرسونن. باز هم سجاد جناح بازی رو عوض میکنه. در بغل راست پویان نوروزی نژاد، ضربش گل شد. گل شد و داور فکر کنم 2 دقیقه تعلیق هم بده. نقشه بر زمین کردن پویا رو. اشاره میکنه که حرکت خطرناک بازیکن کویتی. حالا کادر پزشکی رو هم فرا میخونه و تعلیق رو هم در نظر میگیره. عبدالعزیز الشمری باید زمین بازی رو ترک کنه. انشالله در این حمله هم بتونیم سربلند بیرون بیایم. کماکان فرصت در اختیار تیم کویت هست. شوت از راه دور رو کی میزنه؟ فرصت هست برای کویت و گل رو به ثمر رسوندن. باز هم اونا گلزنی میکنن تا این بار عبدالعزیز سالمین، بازیکنی که عضو باشگاه القادسیه کویت هست، موفق به گلزنی بشه. کاملا تعلیقی که براش در نظر گرفته شده بود مستحقش بود و این هم گل بعدی. ما گل 11 رو میزنیم. مجتبی حیدرپور کاپیتان ارزشمند ایران موفق میشه گل بزنه برای ما. رقابت های هندبال قهرمانی آسیا. کار داره کاملا پایا پای پیش میره. از در واقع از شوت های از راه دور سعی میکنن دروازه ما رو باز کنن. این گل 11 ما بود که لحظاتی قبل از گل کویت به ثمر رسوندیم. اشکالی نداره محمد، بلند شو. و یه مقدار مشتبه داره، فقط بالاتر از قوس بازی میکنه تا مانع پاسکاری بشه. ببینیم شوت میزنن یا نه. اجازه کار رو هنوز ندادن و ملاحظه کردیم که به چه شکل اونا گل 12 خودشون رو زدن و چراغ اول رو امیدواریم در نیمه دوم هم بچه‌ها همون روند رو انجام بدن. شوت از راه دوری که در اختیار بازیکنان کویت قرار گرفت فرصتش و به گل هم منتهی شد. سعید الادوانی به این شکل دروازه ما رو باز کرد. شاغل در لیگ این کشور کاملا آشنا هست. حالا فرصت. بالاخره ما تونستیم گل رو بزنیم. آفرین بهت مجتبی حیدرپور ما. اینجوری پرواز کرد گوشه چپمون و دروازه رو باز کرد. تو قاپی مناسب رفتیم برای زدن گل. 2-1 گل رو بزنیم بچه ها که زدن. زدیم گل تساوی بخش رو. زمان تیم کویت رو هدر بدیم تا داور هشدار بگیره برای اتلاف وقت. درخشش دروازه‌بان محمد سیاوشی. شتاب زده عمل کنیم تنبیه میشیم. نظیر این ضربه گل 14 که ما میتونستیم بزنیم رو کویتی ها زدن. فواز مبارک اینجوری دروازه ما رو باز کرد. کی شوت رو میزنه؟ باز هم محمد رضا. بزن ضربه رو و خطای پنالتی. یونس آثاری در واقع عکس العملش چیه؟ یونس گل میزنه. این رقابت ها اون مهمم رقم بخوره. توپ رو گرفتیم، بریم برای زدن گل بعدی. پویا بزن گل 15 ما رو. ما گل 15 رو حالا میزنیم. مهرداد رو ببینید چه خوشحالی داشت میکرد. دوم این دیدار شدیم. جدال فوق العاده حساس و نفسگیر. دیداری که میتونه حکم به صعود ما داشته باشه. دروازه باز شد. ما باید بازی در زمین حریف رو هم به خوبی انجام بدیم و انشالله در شهر دمام جشن صعود بگیریم. دروازه رو باز کردن کویتی ها. دروازه ما رو باز کردن تا حالا اونا یک گل از ما پیشی گرفته باشن. شوت رو بزنه. وقتی دفاع متراکمه باید پرواز کنیم و اینجوری دروازه رو باز کنیم. گل به این میگن. یونس آثاری. ببینیم کی میبره، مشعل الحربی یا علی رحیمی. انشاءالله که گل نمیشه، اما این اتفاق افتاد. از روی پرتاب پنالتی به گل میرسن کویتی ها.
ببینیم محمد رضا شوت میزنه یا نه. آفرین بهت محمد رضا اوری، باید هم اینجوری خوشحالی کنی پسر. چه پاسی داد بهش سجاد و چه شوتی زد بلند زن ما. این سمت هم عکس العمل تیم کویت و گلی که به ثمر میرسونن. صقر الفهد بر نتابید گل جمهوری اسلامی ایران رو و دروازه ما رو باز کرد. پنج نفره باید کار شش نفر رو انجام بدین در فاز دفاعی. قطعا بچه ها از جون مایه میذارن. باز هم مهداد خطا رو انجام داد، به هر شکل ممکن دروازه ما رو باز میکنن کویتی ها. کویت به گل 19 هم میرسه در این دیدار. اینجوری پرید و بر فراز دستان پویا نوروزی نژاد. بریم برای زدن گل 18 هم. بچه ها نباید زیاد معطل کنن، هشدار اتلاف وقت نگیرن و گل 18 هم رو بالاخره زدیم. باریکلا بهت احسان، چه گلی زد. قاپی اتفاق افتاد، خدا کنه که گل نخوریم. رو به تک هستن و دروازه ما باز شد. گل 20 رو خوردیم ما. باز هم فرصت در اختیار سجاد هست. حالا از جناح راست گوشه راست ما گل میزنه. یونس آثاری ما باز هم گل میزنه. آفرین بهت پسر، راه بسته است. خدا کنه بچه‌ها توصیه‌های مانوئل رو به خوبی پیاده بکنن. در برگشت گل زده شد، گل قبول هست، گل ما قبوله و حالا گل 20 رو کاپیتان مشتبه حیدرپور به ثمر میرسونه. به تورنمنت قطر رفتیم، به تورنمنت اسپانیا رفتیم، دو دیدار برابر عراق و عمان انجام دادیم. تیر دروازه و حالا دروازه ما باز شد. روی ریباند دروازه ما رو باز میکنن کویتی ها. یوسف العجمی، بازیکنی که با افشین صادقی ما همبازی هست در باشگاه کویت، این چهره. توپ قاپی اتفاق افتاد و رفتن کویتی ها برای گل بعدی خودشون، اما این دروازه‌بان ما رو نگه میداره در این دیدار. دیگه چی دارم بهت بگم پسر، خدا بهت عزت بده، ما رو نگه میداری در این دیدار. دلاور ایران اینجوری یه تنه، با دقت کار بکن توی زمین که انشالله با کمک بقیه بچه ها بتونیم از دروازه حراست کنیم. اتفاقی که نیفتاد و گل 22 هم به ثمر رسید. غافلگیر کننده بود گلی که افشین صادقی برگشت به زمین بازی. فرصت در اختیار گوشه چپ ما هست. دروازه رو مشتبه باز میکنه یا محمد رضا کاظمی. محمد رضا هست، جوون خوب ما، موفق میشه رو پاس تماشایی که از پویا گرفت دروازه رو باز کنه. شوت میخوان بزنن، باید دفاع بکنیم. دفاع هم کردیم. روی ریباند دروازه ما باز شد. ما چرا روی ریباند اجازه میدیم بازیکنان کویت صاحب توپ بشن؟ 22مون برسیم. سجاد استکی و گل 22 برای ما. تجربه یعنی همین، حضور در فرانسه، در رومانی و حالا در کویت یعنی همین. دقایق پایانی رو پشت سر میذاریم. پویا نوروزی نژاد، افشین صادقی، پرواز گوشه چپ ما، به گل رسیدیم. ما به گل 23 رسیدیم. محمد رضا کاظمی گوشه چپ ما بلند شد و اینجوری دروازه کویت رو باز کرد. تیم‌ها رو عرض میکنم بتونیم دفاع بکنیم، به گل نرسن اونا، میتونیم در فاز حمله به گل ما برسیم، که حالا این اتفاق نیفتاد و گل بعدی رو کویتی ها به ثمر رسوندن. خطزن تغذیه شد و دروازه ما باز شد. این سمت هم به نظر ما به گل رسیدیم. مشتبه حیدرپور ما که داره صحبت میکنه به عنوان کاپیتان با سایر بچه ها. این گلی بود که ما به ثمر رسوندیم. بچه های ما میتونن دفاع بکنن یا خیر، این کار رو انجام دادن. رفتیم برای حمله بعدی، دروازه خالیه و باز میشه، دروازه باز میشه و حالا ما به گل 25 میرسیم. ما به گل 25 رسیدیم. توپ دزدی مناسب از افشین، دقت لازم از محمد رضا کاظمی و دروازه خالی که این پسر خوب ما باز میکنه. گوشه چپ صاحب توپ شد. دروازه باز شد یا نه؟ پنالتی به هر حال اعلام شده. محمد با چهره خندانش به همه از جمله ما برای این گزارش روحیه میده. توپ رو گرفت، تیر دروازه هم کمک کرد، اما داور پرتاب پنالتی رو اعلام کرده.
ضربه‌ای که مشعل الحربی میخواد بزنه، میگیریم یا نه؟ انشاءالله که بگیره محمد سیاوشی، میگیره محمد سیاوشی ما، میگیره محمد سیاوشی ما. شیر مادر حلالت پسر، چی کار داری میکنی توی زمین؟ میچرخونن افشین صادقی، تو قاپی اتفاق افتاد، اونم در چه لحظه‌ای دروازه ما باز شد، در چه لحظه‌ای دروازه ما باز شد، در شرایطی که برتریمون رو میتونستیم تثبیت بکنیم، گل رو دریافت کردیم. اینجوری مشعل الحربی که از روی پرتاب پنالتی حریف محمد سیاوشی ما نشده بود گل رو بزنیم، خیالمون راحته که حداقل نمیبازیم و ما گل بعدی رو میزنیم. خدا بهت عزت بده یونس آثاری، چه پاسی داد بهش سجاد و چه گلی از گوشه راست زدیم. دعا کنید که مشعل الحربی این ضربه رو گل نکنه تا ما جهانی بشیم انشاءالله. دروازه باز شد، حالا ابتکار عمل در اختیار تیم ایران هست. ثانیه رو مدیریت کنید و تیر خلاص رو بزنید و ما رو جهانی کنید. پویان نوروزی نژاد، 10 ثانیه تا پایان. سجاد، خطا روی سجاد اتفاق افتاده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، شوتش در این چارچوب هست یا نه؟ دروازه باز شده و گل. ما جهانی شدیم، ما جهانی شدیم و سجاد استکی ما رو به جام جهانی برد. تبریک میگم به شما مردم ایران. مبارکتون باشه این جهانی شدنمون. مانوئل میدونست چی داره میگه، به تیم کویت هم خسته نباشید میگیم.